سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه‌ای در چارچوب گزارش جهانی درباره بحران‌های غذایی گفته است که بیش از 250 میلیون تن در 58 کشور جهان سال گذشته میلادی به دلیل درگیری‌ها، تغییرات آب و هوایی، تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین با ناامنی غذایی حاد مواجه شدند و نیاز به کمک فوری داشتند. این گزارش جمهوری دموکراتیک کنگو اتیوپی، نیجریه، افغانستان، یمن، میانمار، سوریه، سودان، اوکراین و پاکستان را ده کشور گرسنه جهان معرفی می کند و می که در سی و دو کشوری که معلومات آنها در دسترس بوده حدود سی و میلیون کودک زیر پنج سال در سال گذشته میلادی از سوی تغذیه هاد رنج می بردند. بر پای این گزارش که با همکاری سازمان های فعال در امور بشردوستان تهیه شده مردم در هفت کشور از جمله سومالی، افغانستان، یمن، بورکینافاسو، هایتی، نیجریه و سودان جنوبی با گرسنگی و مرگ مواجهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه 258 میلیون نفر نیاز فوری به غذا دارند یادآوری کرد این رقم برای چهارمین سال پیاپی پی در حال افزایش است به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد این واقعیت حاکی از ناکامی بشریت در رسیدن به هدف جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به گرسنگی در جهان است